سلام، با این ویدیو همراه باشید. ارتش آلمان سربازان خود را به جرم سرپیچی از قانون وظایفشان را به حالت تعلیق درآورد. ارتش آلمان سربازان محافظ تشریفاتی خود را به جرم تجاوز جنسی و ارتباط داشتن با گروه راست افراطی که مشکلی مکرر در بوندستور است تعلیق کرد. سخنگوی وزارت دفاع آلمان روز جمعه گفت بخشی از لوای خود را که وظیفه استقبال از سران کشورهای خارجی را بر عهده داشت به جرم ارتباط داشتن با گروه‌های راست افراطی و شرکت کردن در یک مراسم این گروه وظیفه این سربازان را به حالت تعلیق درآورد. مسئولین در آلمان گفتند که این گروه در یک مراسمی که در آن خشونت جنسی و شراب نوشیدن بیش از حد اتفاق افتاده شرکت کردند. یکی از شاهدان عینی به هفته‌نامه آلمانی اشپیگل که این ماجرا را افشا کرد گفت که در گروه‌های دوم این لوا 6 سرباز فعالیت‌های راستگرایانه افراطی انجام دادند و خود را گله گرگ یاد کردند. طبق گزارش اشپیگل، هدف این گروه توهین نژادی به سربازان دیگر از اقلیت‌ها بود. همچنین یکی از این سربازان تیشرتی با شعار هایل هیتلر که در بین اعضای جنبش نئونازی استفاده می‌شد پوشیده بود است. سخنگوی وزارت دفاع گفت که این افشاگری‌ها از طرف روزنامه اشپیگل همه ما را شرمنده کرده است. ارتش آلمان بوندسوهر همه راه‌های قانونی را برای حذف مجرمان شناسایی شده انجام خواهد داد. دولت آلمان سالها نگران پیوستن برخی سربازان از جمله نیروهای ویژه به گروه‌های راست افراطی بوده است. در سال 2020 پس از سرقت مهمات و اعضای KSK نیروهای نخبه کاماندو در حال احترام به تندیس هیتلر در یک مهمانی دیده شدند که وظایف بیشتر این افراد به حالت تعلیق درآمد. در ماه جون هم یک لوای مستقر در لیتوانی پس از اتهام رفتار نژادپرستانه و یهودی ستیزانه به آلمان فراخوانده شدند. در خبر دیگر، وعده آلمان برای پذیرش حدود 15,000 همکار محلی از افغانستان. حکومت آلمان تا حال پذیرش حدود 15,000 کارمند محلی و بستگانشان را از افغانستان متعهد شده است. این رقم شامل آنهایی نیست که وزارت خارجه آلمان مسئولیت آنها را دارد، زیرا جمع‌آوری اطلاعات لازم در مورد آنها بیشتر طول می‌کشد. بر اساس معلومات خبرگزاری آلمان، DPA که از حلقات وزارت‌های دفاع، داخله و کمک‌های انکشافی آلمان به دست آورده است، از میانه ماه می امسال حدود 3,300 کارمند محلی و تقریباً 11,600 تن از اعضای خانواده‌های آنها اجازه یافتند به آلمان بیایند. حدود 2,600 فعال حقوق بشر، روزنامه‌نگار و سایر افراد آسیب پذیر از افغانستان به همراه خانواده‌هایشان به این تعداد علاوه می‌گردد. اما 6 هفته پس از پایان عملیات تخلیه توسط هواپیماها از میدان هوایی کابل، حکومت آلمان فدرال هنوز هم نگاه دقیق و کلی از شمار مجموعی آن کارمندان محلی را ندارد که وعده پذیرش در آلمان را دریافت کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان در برلین اذعان داشت که ممکن است گهگاهی تأخیر رخ بدهد. او افزود در پیوند با مواردی که به وزارت خارجه فدرال ربط دارد، دلیل این است که ما تنها به کارمندان محلی خود نمی پردازیم. به گفته وی، این وزارت همچنان به اطلاعات از جانب سازمانهایی مانند مؤسسه مبادلات اکادمیک آلمان DAAD نیازمند است. سخنگوی وزارت خارجه آلمان افزوده است که کارکنان محلی دیگری از اتحادیه اروپا، ناتو و سازمان ملل متحد نیز وجود دارند. آلمان مسئولیت پذیرش آنها را به عهده گرفته است. به قول وی، وزارت خارجه اکنون داده‌هایی را جمع‌آوری کرده که قرار است در اختیار وزارت داخلی کشور قرار داده شود. مقامات آلمانی از اواسط ماه می تا پایان سپتامبر امسال رسیدن حدود 570 کارمند محلی با اقاربشان از افغانستان به آلمان را ثبت کردند. از حلقات حکومت آلمان گزارش شده است که از این جمع 402 تن آنها قبلاً برای اردوی آلمان در افغانستان کار کرده بودند. 113 تن از کسانی که تا پایان سپتامبر به آلمان رسیدند همکاران محلی پیشین وزارت امور انکشافی آلمان و 53 تن از کارمندان سابق محلی پلیس آلمان فدرال بودند. به قول وزارت خارجه آلمان، شام پنجشنبه 217 افغان دیگر که قبلاً از افغانستان به پاکستان انتقال داده شده بودند در یک پرواز چارتر به آلمان رسیدند. قرار است 20 تن آنها به کشورهای دیگر اتحادیه اروپا بروند. از اینکه در این ویدیو ما را همراهی کردید سپاسگزارم.